باشه الان میبندم. با کن جهان با کن. سلام فیروز خانم. سلام سلام جهان. ببند. نمیاد دستم. گیر ببند دیگه دستم. سامان با کن. بستن. ممنون آقا پدرام. بابا باز کن. با کن. باز کردم بابا. نه نه شما بابا نکن ببندین. من که بستم. نه نه با شما نبودم آقا جان. ای بابا پس چرا آب نمیاد؟ بابا من هنوز نبستم. صبر کن صبر کن با نکن. سلام فدوزای خانم. چه خبر اینجا؟ چی میدونم بابا آب ضعیفه بالا نمیاد. بابا جان الان بستم. جان وا کن. با کن دیگه. سلام. سلام. سلام سرای جون. سلام فیروزه جان. چه خبره؟ پایین داد میزنن بالا داد میزنن. آقا به این وضع که نمیشه قربونت برم. باید یه فکر اساسی کرد. بستم بستم. با کن بدرام. دست درد نکنه. ممنون فیروزه خانم. مشکل هر شد. ممنون. بفرمایید. چه حکایتیه. بزن لایکو. فعلا خدافظ. گفتم امروز همگی دور هم جمع شیم راجب وضعیت ساختمون صحبت کنیم. میدونین پول این شارژی که پرداخت میکنین؟ بله. سامان سامان. مامان کفاف خرج ساختمون رو نمیده. ما الان مشکل فشار آب داریم. باید فکر یه چیزی پمپ آب باشیم که مشکلمون حل بشه. چه زیبا میفرمایند. نه بله خیلی زیبا میفرمایند. منم با ایشون موافقم. من خودم رفته بودم دوش بگیرم دیروز. من شامپو میزنم اولش من بکردم. شامپو زدم به سرم چشام داشت میسوخت. بعد شیر آب وا کردم. به جون خودم خنده نداره صدای باد میومد. بعد من به جایی که سر اون بشورم داشتم خنک میشم. فکرم کولره. بعد رفتم به پدرام گفتم با کلی بدبختی از تو سیفون توالت واسم آب آورد ریخ سرمو شست اصلا به ام نچسبید. پس همه تون با نظر من موافق هستید؟ موافقم. بنده بایزه همه تون باید بگم که بنده مخالفم. یعنی چی؟ یعنی که بنده مشکل فشار آب ندارم. یعنی شما مشکل فشار آب ندارید دیگه؟ آقای برزی شما پول شارژ ماه قبلم هنوز پرداخت نکردین ها؟ میدونم. بنده در سخنرانی ماه قبل که اینجا گذاشته بودیم خدمتتون عرض شدم. یک سری پول ها هست که بعضی از اهالی ساختمون نباید اصلا بپردازن. به فرض مثال پول آسفالت بالا پشتبون من چرا باید بپردازم؟ من که پشتبوم ندارم. یا مثلا آقای قوامی اصلا پشتبوم دارن که پول آسفالت باید بپردازن؟ دقیق. بفهم. یا مثلا این خانواده محترم چرا باید پول لامپی که بنده حقیر در طبقه پایین زرف سوزندم و اینا باید بپردازن؟ اینا که دارن طبقه بالا زندگی میکنن. خب این انصاف نیست. این خیلی بده. اصلا هیچ طالبش فکر کردی؟ نه من اصلا فکر نمیکنم. به نظر من نامردیه. من فکر میکنم آقای برزی دارن سفسطه میکنن. نه خیلی دوست عزیز این سفسطه نیست. این حرفی که بنده زدم یعنی اینکه من اصلا بی‌عدالتی رو قبول نمیتونم بکنم و این پولام نمیتونم بپردازم. شما تا حالا توی ساختمون مثل که زندگی نکردین. من با ایشون موافقم به این جهت که موزاییکای حیات خراب شده و شما پولش از ما گرفتی. ما طبقه چهارم مثلا رفت آمدی نداریم. آقای برزیز که میره میاد میره میاد. عذر میخوام خانم محترم شما وقتی میخواد تشریف ببرید خرید از تو آپارتمانتون با بالگرد تشریف میبرین بیرون؟ بله. یعنی چی؟ حیات مشاع همه افراد ساختمون هم توش رفت آمد دارن. مخصوصا شخصی همین آقا سامان که حداقل وضعش سرقمیه. سرقمیه؟ 125 کیلو. بفرمایید. بنده اولا میخوام برم کار دارم نمیتونم جا وایسم. کجا آقای برزی؟ ما داریم راجع به مشکلات ساختمون صحبت میکنیم. جهان بله
من میگم وقتی برزی پول شارژو نمیده ما چرا باید پول بدیم؟ بعد واحد سامانه بزرگتر از ماست، ما چرا باید پول گاز بدیم اندازه همونا؟ کارو متوجه نشدی؟ چشمی چشمی هم نگاه کنی مال اونا بزرگتر از مال ما. اینقدر از این کارات بدم میاد. من یه فکر کردم. بله بله سلام، فدات شم، ببخشید قربونه ببخشید، برو اون وقت اینو بگید، بیایید سر مترو بگید، برو اون وقت، برو اون وقت، برو اون وقت، نه نه نه، تو بیایید وقت، تو بیایید وقت، تو بیایید وقت، ببخشید اشتباه شو بیایید وقت، یه دقیقه تو بیایید وقت، ببخشید یه بیایید وقت دیگه فدات شم، ببین این شد 440 بنویس، تو برو اون وقت، تو برو اون وقت، نگاه کن ببین باید عدالت رعایت بشه ها، یه میلی بدیم و اونور نشه ها، میدونی که مدیون اینا میشیم. به منم بگین دارین چی کار میکنی، چرا اندازه میگیری؟ صبر کن پایین دیوارو بگی، ببین میز تلویزیون رو خواهی حساب نکنیم، بیا پایین تر، بیا پایین تر. خب این چند شد؟ شد 470 بنویس. روز جان چی رو اندازه میگیری؟ ببین هر کس باید به اندازه بزرگی بایدش پول گاز بده، مال شما بزرگتره. ببین جهان این رو بغل بگیر، رب ول نکن دیگه، گیر باشه، بگیر گیر، بگیر بگیر بالاتر بالاتر. بله خب نگاه کن ببین اون توالته. بله اونجا چند متر میشه؟ دو متر. دو متر. خب بذار دیگه بله اینجوریه، تازه مال شما تبصرم داره. تبصرش چیه؟ تبصرش اینه که علاوه بر بزرگی واحد بزرگی آدم هم حساب میشه. شما آدم بزرگی هستی ماشاءالله، هی انرژی مصرف کنی گرمت میشه میری حموم، گاز مصرفش اینه که من باید یادداشت کنم. بله چی گفته؟ حالا که اینجوریه همه واحد ها متر میشن با تبصرشون. برو 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 بازن برو برو برو. رسید به ستون؟ رسید رسید. خیلی خوب یادداشت کن. بله 3 متر و 15 سانت. 3 و ربع دیگه. درست. بله یادداشت کن. نمره یادداشت کردی؟ بله بله. آقا مواظب اون دیوار باشید، یه موقع رنگش نپره، خطی نشه. نه ما واردیم به کارمون، خیالتون راحت بشه. تموم شد دیگه. خب که چی؟ این اندازه که دقیق نیستش. ما یه کت شلوار دارید اندازه میگیری بابا، اندازه هر واحد تو سندش هست، نیازی به این کارا نیستش. نه نه اون متر مربعه، ما متر مکعبو داریم اندازه گیری میکنیم. اندازه میگیری؟ بله ما برای مصرف گازتون میخوایم ببینیم. بعضیش هم نگاه کنید دقیق ما گرفتیم، این فرق میکنه، اون سند و اون برای خودت تازه گرفتم. خب بس چرا نمیرید دفتر برزی؟ اون خیال... که اندازش بزرگتری که خیالتون راحت باشه آقای قوامی، دفتر برزی هم میریم، همه واحدها تک تک اندازه گیری شده، همه واحدها با نظارت جهان و من اندازه گیری شده جمع گیری. بله حتی خونه ما رو که ایشون مت کرده بودن با همسرشون دوباره از اول خودم اومدم نظارت کردم. اینجوری سامان نمیدونستم. آره دیگه اینجوریه. بعد مطمئن باش که دفتر ورزی هم میریم. آقا تموم شد را بیفتیم بریم دفتر. آقا منم میام نظارت میکنم. خیلی خوب شما نظارت. دست درد نکنه. من باید برم یک کاغذ قلم بردارم بیارم. آقای قوامی ما دم در وایسادیم. 85 سانت. آقایون طبق محاسبات بنده، بله منهای اون قسمتی که یخچال گذاشتی نمیشه متلش کرد. خب با اون قسم اونا چیه؟ سوفاژ. آره با اون قسمت خب شما دفترت از همه واحدهای ساختمون بزرگتره، بیشتر از همه باید شارژ بدید. آقا من اعتراض دارم. اعتراضی وارد نیست آقا. وارد نیست؟ خب آقا شما بقیه واحده چی؟ ببینین بقیه واحده اینو نوشتی؟ بله این دفتر بعدی. آره ببین ببینین آقا بله؟ شما واحداتون به ترتیب بله شما واحدتون میشه دوم که بزرگتره، یعنی اول واحد من چقدر میشه؟ چقدر؟ اول واحد آقای برزی. نه نه ببخشید اول خب. واحد آقای برزی بله؟ بعد واحد جهانیناست بله بله بعد واحد شما بله. بعد واحد خودتون چقدره؟ ببینید واحد شما 110 متره. 110 متر مال منه. مال ما 75 متره. خب 75 این که نمیشه که. چرا نمیشه؟
واحد ما 75 متر شد. ببینید اون بارندگی که اومد پارسال زمستون، یه برف سنگینی اومد، خب واحدمون کشید داخل دیواراش، یه خورده تو رفت. آها آره. موقع واحد ما چند متره؟ 175 متر. چرا واحد ما بزرگیه؟ همون برفی که اومد واحد ما کشید تو، خب بعد یه جایی ساختمون بکشه تو یه جا وا بده، نکنه یه جا وا میده جا میکشه تو، مال شما وا شد 100 متر. آقا اجازه بدید بنده ایشون رو اصلا صلاحیتش برای متراژ اینجا قبول ندارم. قبول نداری؟ خیر. میخوای یه بار دیگه دفترتو متر کنم، این یخچال و اونا رو هم بردارم بعدش ببینی چه جوری میشه؟ حالا که اینطوری شد بنده نه پول برقو میدم نه پول راه پله رو. نذیدم رو چه حسابی؟ گردن کلفتی؟ نه خیر، رو این حساب که نه من نه بردیا نه ملیسا خانم از راه پله استفاده نمیکنن. چرا استفاده نمیکنی؟ نه خیر. شما مهموناتون که میاد تو دفتر از کجا میاد؟ این درو میبندم اون در باز میکنم، همه مشتریام از همون در وارد میشن. خیلی چالاکی. یعنی پاتو تو راپله نمیذاری؟ اصلا. اصلا؟ ابدا. آقای این در رو میبندم اون در رو باز میکنم، شما کولرت خراب بشه از کدوم راپله میخوای بری بالا پشت بود؟ آها. چی میگی؟ کولر؟ بنده اصلا از کولر استفاده نمیکنم. کولر استفاده نمیکنی؟ خیلی. برزی جان. برزی. ببین من هر چی با کولر بر میرم درست میشه، این باید تعمیر کار بیاری. تموم شد. آره سیف شد. بده بذار منم یه میخ بزنم. ببینم میخ. اینم ببینم. میخی کفشه. باشه ازش محکم میشه. رد نمیشه تو چوبه میمونه. چرا ببینم. دوست داره میخ بزنه. عجب بدشانس کت شد. خب دیگه گفتم. بذار منم یه میخ بزنم. نه دیگه بس دیگه. من بچه بازیه. برو بابا. آره دیگه الان راهش کاملا مسدود شد. دیگه نمیتونه بره تو. آره. آره. سیف شد نه؟ آره بریم دیگه. دست درم آقایون. بله. اون راه مسدود کردین، اینو میخواین چیکار کنین؟ این که از در تراس میاد اینجوری میره از راپله میره بالا پشت بوم. بابا اون که دیگه کاری نداره، یه قفل میگیرم قفلشو عوض میکنم، کلیداشم پیش من. واسه ببینم کلیدا واسه چی دست تو باشه؟ دست خود من میمونه. نه خیر دست خودم. راست میگه، منم به شما اعتماد ندارم. بفرمایید، این اعتماد بهت نداره ولی به من اعتماد داره مگه نه؟ ببخشید آقای عوامی ها، به شما اعتماد نداره. منم به تو اعتماد دارم. تو به هیچ کی اعتماد نداری؟ میدونید من به خودم اعتماد ندارم. چرا؟ ارثیه. از کی؟ از پدرم. فقط همین ارثو برات گذاشته؟ نه، مغازه، زمین، تاسی و سر چربی و خونم گذاشته. چه ارثای بدی؟ آقا یه کار دیگه میکنیم، قفلو عوض میکنیم. خب کلیداش دو روز دست تو، دو روز دست من، دو روزم دست اون. خوبه، من قبوله، من موافقم. منم موافقم. سرس مسخره. آقا جهان سامان کجاست؟ بس کی میاد؟ گیر گفتش که من بریفماتیکش میکنم، نمیدونم چیکار میکنم، فکر کنم تو راهه میاد. حالا بابا من کار دارم الان، یک ساعت که منتظرشم بیاد این قفل رو باز کنه. بس کی میاد؟ این میاد 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 میاد. ببین آقای قوامی، ما باید با هم هماهنگ کنیم، با هم بریم، با هم بیایم که اینجوری گیر نکنیم. تو حالت خوبه؟ خیلی ممنون. چطور مگه؟ آخه مرد حسابی، تو کارت یه چیزی دیگه است، کار من یه چیزی دیگه است، مگه میشه با هم بریم با هم بیاییم؟ بله بله درست. کلید آپارتمان پیشته؟ کلید مغازه هست. بده من ببینم به این قفله میخوره. به 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 به، احوال شما؟ سلام علیکم جناب آقای قوامی، آقای جهانگیر خان. سلام علیکم. آره تو خوبه؟ مشکلی پیش اومده؟ میبینی بردیا اومدن حال ما رو بگیرن، ببین چه بلایی سرش اومد. هیچ بلایی سرمون نیومده. نگران سامان هستیم که اتفاقی واسش نیفتاده. همینطوره. همین. وگرنه کلید بخوره تو سرش. جا من خیلی دلم شور میزنه. بیا بریم خیابونه بگردیم، شاید تصادف کرده. گیر بریم. همین. بفرمایید. میخوام کلیدو بدین ما امتحان کنیم. شما که راست میگین همتون. برو بالا، برو بالا. برو بالا. برو بالا آقا جون. بعضی من که تعمیرکار کولر نیستم، با تعمیرکار بره بالا. عزیز من، تعمیرکار کولرم بیاد بعد بلنش بره بالا. تو برو راهشو باز کن. عزیزم میدونه میره مگه برم راهشو باز کنم. آقا برو بالا الان میان دیگه، برو بالا. بدبختی داریم. برو برو. برو برو. برو برو. برو برو. برو برو. یه دوسته بده آده. آها چی کاره؟ با تنها بخواه بینیم بالا پشت بون؟ با تنها؟ ما دیوونه این با تنها بلنش بینیم بالا پشت بون.
بس این تناب واسه چیه؟ این تناب این تناب هیچی، این تناب رو آویزون کردیم اینجا بره. یه دونه گلدون بهش وصل کنیم، استفاده زیادی هم داره، مثلا تاپ میکنم بردیا باش تاپ بازی کنه و سرش سر میره، یا گلدونه بهتره. آره از آقا شما چی کار داری؟ این درو که گرفتین بستین، در دفتر منم که گرفتین تخته کردین، تو راپلم وسایل چیدین، نمیذاری ما بلنشی بریم بالا پشتمون، کولرمون خرابه، داریم میمیریم از گرما، که بریم درستش کنیم با تناب میریم. چیه مگه؟ ما چیکار کنیم؟ آقا امامی، آقا سلام، من اومدم آقا، مشکلی نیست. سلام خوبید آقا، خسرش خور بشم ببخشید، من عذرخواهی میکنم، سامان میخواست بیاد بعد اینکه نشد واسهش بار اومده بود از اون ور آب جنس اومده بود، عذرخواهی کرد از حضورتون، گفت خیلی ببخشید من خیلی تند اومدم، متا خب با اسکیت اگه بود میومدم خیلی زودتر میرسیدم خدمتتون، خیلی عذرخواهی میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. ببین جان خودتی شما نفرمایید. بفرمایید بفرمایید. برو آقا، برو نگاه کن، نگاه کن، درخت دارن گفت میکنه گفت. آره برو چی میدم؟ بلش کن باید درگی نشه، برو آقا برز یه چیزی میگه، برو بهت دارم میگم دیگه، چیکارشون داری؟ برو بالا، برو بالا، برو 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 محکم بگیرش، برو 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 برو. آخ 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 چی شد؟ آی برزی گرفت همین الان گرفت، همین الان آره برو اون بر بابا، اصلا نمیخواد تو پر کن، الکی پول اضافه دارم به تو. آره برو بالا، برو بالا. چی شد؟ افتادی؟ نه دارم کولر رو تنظیم میکنم بالا پشت بو. دلیل این که دوباره دور هم جمع شدیم و جلسه گذاشتیم اینی که قبض آب اومده، باید پول آب رو پرداخت کنیم به علاوه هزینه های دیگه ای ساختمون، در ضمن باید عقب نیفته ها. بله سرای خانم، بسیار بسیار متین گفتین، باید پرداخت کرد، ولی صحبت اینجاست هرچی آب ساختمون مصرف داره میکنه پولش هم پرداخت میکنه، منظورم شماست آقای برزی، کل آب ساختمون شما داریم مصرف میکنین. حالا اجازه بدین من صحبت کنم. میگم ما طبقه چهارمی، مشکل ما خیلی بدتره، واسه شما اون دو قصر میاد بالا، واسه ما اونم نمیاد، بعدش هم مال شما میرسه بالا، واسه ما نمیرسه. بله درست میگه همسر من، اون آبی که قرار بیاد بالا به ما برسه، یا آقای بزری میریزه پای گل و گیاه، خب خودش هم پولشو بده. آقای برزی، بله توجه فرمایید، یه مسئله ایه، شما مگه قرار نبود از راپلا استفاده نکنین، پاتونو تو راپلا نذارین؟ خب نذاشتم. نذاشتی؟ نخیر. پا چجوری اومدی اینجا؟ بندازیش بیرون، پاشو برو بیرون. سامان جان، ایشون یکی از اعضای این ساختمون مادر، باید حضور داشته باشه تو جلسه تا تکلیف رو روشن کنیم دیگه. این نفر رو به خاطر من خواهش میکنم واگذارش کن به کلید اسرار. مامان خب جناب آقای برزی، چیکار میخوای بکنید؟ پول قبض آبو میدین یا نه؟ قبل از این که من جواب جناب آقای قوامی رو بدم، خواهش میکنم، میخواستم خدمت همسایگان عزیزم سلام عرض کنم. علیکم سلام عزیزم. امیدوارم که اوقات به کام باشه و جز دوری شما خسته نباشه. ببینید دوستان عزیز، یعنی شما همسایگان عزیز هیچ کدومتون نمیخواید اصلا آب مصرف بکنید؟ نه، ما سال تا ماه آب مصرف نمی کنیم. درسته که میگن آب مایه حیاته، ولی ما مصرف نمی کنیم. اینقدر عزت نفس داریم، میخوایم چی کار؟ الان همین پدر من اصلا حموم نمیره. یه وقتا میبینی سوهای خانم یه حرفی بابای من حموم نرفته. آره نگاه نکن که حالا شیک و پیک چیتان پیتانه، ولی خب تو سرعت حس نمیشه. الان هم که اینجا نشسته بوگیر تو جیبشه. آقای قوامی، دختر این چرندیه، چیه داری میگی؟ من عموم نمیرم، من که هر روز میرم عموم. میدونم میری عموم، دوست داری پول بدی؟ نه دوست داری پول بدی؟ مانی او نو مانی؟ حالا که گفتم پول آقا زمان نگیرم دیگه. آفرین دخترم، فکر خوبیه، لاغر یه میدایی به من بدی. باشه میخواستم سو. خب حالا برم تابلوشو بروجون. خب شما بفرمایینه آقا جهان. گیر، من که همش مغازم، منم که خوابم. ما مصرفی نداریم. خیلی عذر میخوام،
ضمن عرض خسته نباشید مجدد به کلیه ی همسایگان شما سامان جان، شما یعنی اصلا آب نمیخورین؟ نه، ما اصلا آب دوست نداریم، ما اونم بیشتر آب پرتقال میگیره میخوریم. سامان جان، همه هزینه آبو که نماید آقای برزی پرداخت کنه، هر کسی باید به اندازه سهم خودش پولو پرداخت کنه. خب ما اینو چجوری باید بفهمیم که کی چقدر مصرف میکنه؟ بریم آزمایش اعتیاد. دخترم یه لحظه نمت نریز، میشی سر جات. بنده یافتم، اجازه بدید که من این پیشنهاد رو خدمت همه تون عرض بکنم. ما میتونیم آب و سهمیه بندی بکنیم. چجوری؟ متشکرم. میتونیم نوبتیش کنیم، یعنی واحدهای سمت راست روزای زوج، واحدهای سمت چپ روزای فرد، روزای جمعه هم میتونیم. بذاری من یه چیزی بگم. خواهش میکنم نمک نریزید وسط حرف بندی. با شما نیستم، با خانم میتونم. ببینید ما میتونیم این کارو بکنیم، میتونیم دو ساعت مصرفی آب هر واحدو تعیین بکنیم. به این صورت همه آدما، یعنی همه اهالی ساختمون میریم پای کنتور، اون موقع تعیین میکنیم، ضرب در ریال میکنیم و تمام واحدها مصرفیشون در میادش. چطور؟ خوبه؟ بله، تشکر میکنم از شکاف ریزی که جناب آقای قوامی ایجاد کرد. میگم چه ذره بیشتر بشکافین، آخه ما هیچ کدوم متوجه نشدیم. نه بله. آقای قوامی، هر کاری که میکنیم باید در جریان باشیم که اول واحدهای مسکونی بهشون آب برسه، بعد واحد تجاری، آخر برزی. آقای سامان خان، شما که گفتید ما اصلا آب مصرف نمی کنیم. خیلی خوب، هر کسی که موافقه دستشو بگیره بالا. بابا من نمیدونم به این بردی من دارم بچه حقوق میدم، یه کمک به من نمی کنه. هشتون باری یلده ترده. خواهی داری میکنی تو؟ سمجم قوامی، احوالشون خوبی؟ هیچی، این پمپ اکواریوم خراب شده، بعد من دارم به خاطر اینکه نگران جون ماهیام دارم بهشون اکسیژن میدم، یعنی با دهن دارم بهشون اکسیژن مصنوعی میدم. نگاه کن اینجوری گناه دارن میمیرن. آب دوزی تو روز روشن. آقای قوامی من میگه این آب رو برداریم ماهی میمیره. بابا این آب ماهی باید 1000 cc باشه، بریز دوش. آقای قوامی من بده من اونو. من آب دوزی کردم. من آب دوزی نکردم. بیا برو. چشم. بیا برو خجالت بکش. چشم. اینم بده من. چشم. خودم میریزم. چشم. من برو. من آب دوزی نکردم. برو تا نازه. چشم. خجالتم نمیکشی. میمیرم. من چی کار کنم؟ قربونت برم، براشی کوچیک کننده بینی رو گوشی رو دماغ بچه 2 ساله غیب میشه دماغش دیگه. نه عزیزم، من که دیگه اینا رو نمیدونم. شما برو دکتر گوش و حلق و بینی. خداحافظ. چجوری افتادی؟ آقا ندارم. نه قرص دارم. قرص نمیخوام آقا. پس چی؟ با دفتر آقای برزی کار داشتم. اونجاست. چی میخوای؟ این بسته پول از طرف آقای ترابی آوردم. بسته پول؟ خب بگو بابک دیگه. بابک شما برزی خودتونی؟ بله من برزی هستم. دست شما درده. لطف کنین رسیدم، پس برای من امضا کنین. آقای ترابی زحمت کشید. خواهش میکنم. رسید میخواد آقای ترابی از من. خواهش میکنم. عجب دنیایی شده. بدونم. سلام با آقای ترابی، برسون بهش بگو که اگه مجالسی چیزی داشتین در خدمتون هست. شما در قربونت برم. خدا آبرزی جونم، شیرینی ما چی میشه؟ شیرینی دست من میبینی؟ نه منظورم اینه. آه فکرم گشنت شده. بیا دست درد نکن. دستتون درد نکنه. به آقا ترابی سلام برسون. برو این هست، برو دیگه، دستت درد نکن. برو. برزی حالا دیگه ولم کنی.
خول بهت بخش عذرخواهی میکنم. خول بهت فوتبال بلد نیستی یا خوب هیت بزن میگه وقتی میاد اینجا دوسته. فوتبال بازی کردنه اینجا؟ نه من فوتبال بازی نمیکردم. همه شمسایی ها میان شکایت طور به مامان میکنم. اجازه بده زشت نیست. من بالا بودم دستشویی بودم زنگ خورد الان اومدم پایین برم در آبرو ما رو باید ببری. نه آبرو این نیست. آبرو داشت تو باید ببری. خورد تو سرم. آره سرم درد گرفت. باید میزدی اشتباه خورد. نه دیگه چی؟ موندولیا چیکی؟ موندولیا چیکی؟ نه بازانو نه موندولیا چیکی؟ اجازه ما اسمش موندولیا چیکی؟ شما تو زندانتون خوش میگذره بهتون؟ خیلی درد داره این فنا. خیلی برو بالا برو بالا خیلی دیگه تنها و بیکس واقعا برات متاسفم. آقا سامان فکر کردی میتونی منو اذیت کنی؟ فکر کردی میتونی منو دوباره سر کار بذاری؟ بذار دو روز دنبال این پاکت بگردی اون وقت میفهمی با کی طرفی. برزی جان بابا کار نداری من دارم میرم. کجا؟ میرم خونه دیگه وقتی اداری تموم شده دارم میرم خونه. اون سنبت چی مثل بچه خونداغی گرفتی بغلت؟ این سنبت خراب شده دارم میبرم درستش کنم. آها راستی این شیر ظرفشویی خراب شده باز نمیشه ها؟ میدونم میدونم. آها راستی این یخچالم خنک نمیکنه وسیله‌اش خراب شد ریختم دور حواست جمع باشه. باشه من رفتم پس خدا. آها ببخشید من یه شنبه دو ساعت دیرتر بیام ایراد نداره؟ برای چی عزیزم؟ یه کار فیلم سینمایی بهم خورده نقش اصلیه برم تست بدم. عیبی نداره. عیب نداره؟ هر ساعتی که دوست داشتی بیا بردیا جون. جدا؟ آره برزی جون چیزی شده؟ نه یه صدایی نشنیدی؟ منم یه صدایی شنیدم. هیچی نیست چیزی شده؟ نه چیزی خاصی نشده. مطمئن؟ آره آره یه ذره خوشحالم فقط همین. خب برای چی خوشحالی؟ چیزی یه چیزی شده به من نمیگی یا؟ نه 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 هیچی نشده هیچی برو. مطمئن؟ آره من برم؟ آره برو 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 ما رفتیم کار چیزی یاد داشتی؟ زنگ بزن به جا بسته بود آن حواسم. حالا من یادم نبود تا باید یادت بره. یادم رفت تو ای بیند ای بیند برو برو من رفتم بسته برو 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 خدا باش. فقط بردی جان جونم چیه؟ هیچی هیچی برو برو میخوا نرم؟ نه 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 برو مطمئن؟ برو برو آره برو. من رفتم خدا بردی ها بردی جان خب نمیرم چه کاریه خب بی ها؟ بیا 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 دست درد نکنه برسی جون. لطف کردی دست برو کیف کن. اتفاقا پولم لازم داشتم. دست درد نکن. میدونم میدونم من رفتم پس خدا برو تو برو برو سرت بیارم که مرغای آسمون سه بار نه نه بار به حالت گریه کنن. دلش رو درست نکردی بردیا؟ بردیا چرا این در درست نکردی؟ کمک
یکی در باز کنه. بردیا یکی به دادم برسه. من بدبختم، من بیچارم. سامان، قوامی، فیروز خانوم، جهانگیر، من رو نجات بدین از اینجا. خدای من اشتباه کردم، من میدونم اشتباه کردم، فقط نظر من دو روزی تو بمونم، من میپوسم، میمیرم، قول میدم اینو بهش برم، قول میدم، خدای من. افتاده سامان، سامان، سامان. برزین کجایی؟ تو آبدارخونه. آبدارخونه؟ آره من این توام. گیر کردی؟ کمکم کن. الان میام نجاتت میدم، نگران نباش. گوندولیا چیگی؟ این یکی آماده ای؟ دارم میام. نه مدولی ها چیگی؟ اومدم. گلای لاله عباسی، سبد سبد یه عباسی، برای عرض ادب و احترام خدمت سامان عزیزم. از شما درد نکن زحمت، منو شرمنده کردی. فقط سامان جان من یک اشتباه بزرگ کردم، این پول تو فقط اومدم پس بدم. این پول دست تو بود؟ من واقعا ندیم و پریشانم، فقط جلوی مادر. هیچی نگو، اصلا جمعه پول خودته. من نوکرتم، تو بزرگواری سامان جا، قربونت برم. آقای برزی من مادرم خواست که شما رو دعوت کنم بیان خونه، تنها هم هستیم، من و مادرم و شما، بقیه همسایان نیستن دیگه، گفت جلسه علنی نباشه، جلسه خصوصی باشه. اینجوری هم بهتره. آره ببین آقای برزی، همه شارجاشون رو دادن، پول پمپ آب رو دادن، پول تعمیرات ساختمون رو اینا رو دادن بدون هیچ مشکلی و کم و کسری. بعد شارژ معوقه کسی نداره. الان یه جوریه که هیچ کی بدهکار نیست جز شما. خب شما نه شارژ دادین، نه پول پمپ رو الان قبول میکنین، قضیه آب و نه قضیه چیزایی که موزاییک ساختمون و لامپای حیات و اجازه بفرمایید. من فقط قبل چه چیزی بگم، مادرم گفته من به عنوان نماینده مادرم دارم با شما صحبت میکنم. ببین آقای برزی زشته. بله ببین سامان جان، من در رابطه با شیر آب، آخه آب واحد ما قشنگ داره خیلی روون و راحت. زشته بسیاری بهونه میاری زشته. خب بهونه نیست، بهونه از جون تو. میدونم موزایکا چی؟ بحث من بحث چی؟ موزایکا چی؟ میدونم اما بحث در مورد موزایکا چی داری بگی؟ سامان جان من الان ندارم، دستم خالیه، مادر نبارم. فقط همین؟ آره فقط همین. یعنی جان مخالفت هایی که داشتین، استدلال هایی که داشتین همش علیکی بود؟ آره الان دستم خالیه، فقط مادر نبارم. یعنی باشه اما مشکلی نداشتی، فقط علیکی میگفت. باور کن فقط پول مشکل، فقط بخاطر من پولشو میدم. ماما سامان، سامان بزرگواری میکنی. آخه سامان من شرمندت میشم سامان جان. مامان جان من پول آقای برزی رو میدم، فقط شما بگین حساب کتابشون چقدره که من پرداخت کنم. واقعا؟ من پولشو میدم. میخوای پولشو پرداخت کنی؟ بله چرا ندم. بفهم واقعا اینو داری واقعا میگی؟ آره خواهش میکنم. شارژ عقب افتادهش یه لحظه اجازه بدیم مامان. بخور زودتر میگفتی. بخور مادر جون، مثل همه 50 تومن دیگه. 50 تومن این ما این 200 تومن پول 4 ماه آیندهشون، یعنی 4 ماه شارژ جلو دادن. سامان جان، سامان جان من واقعا بیدارم یا دارم خواب میبینم؟ بیداری بابا جون، مادر این یه اسطوره است. بزرگواری سامان جان. همه حساب کتاب های آقای برزی تموم شد؟ آره مامان تموم شد. دست شما درد نکنه آقای برزی، خیلی ممنون، متشکرم، لطف کردید. اینم بقیه‌اش، ببین 100 تومن مونده. خب
برایش خدمت شد. بذار دستتو ببوسم سمو. نه نه نه. بذار دستتو ببوسم. بذار خواهش. برای چی؟ آخه به چه مناسبت؟ به چه مناسبت نداره. آقا جون این 100 تومن مونده 20 تومنم دادم گوشت جیبه. آره آره. خب بعد بعدا با حساب بکن. دیگه این حساب کتابای برقکارا رو اینا حالا نجار میاره. هر چی هست اونا پای خودت دیگه. خودت داشته پول داشته باشی کم نیاری. حالا چه من هر موقع دست بالام باشه بهت خواهش می‌کنم حرف نزن پول خودته. کوچیکته. آقا این امانت دست ما بود خدمت شما دادیم. آقای ترابی اومدن چند روز پیش شما تشریف نداشتین. گفتش که این پاکت داد پر پولم بود. گفت همین پوله بود دیگه. داد گفتش که گریه نکن. داد گفتش که این حساب کتاب قسط آخر عروسی است. من بدبختم. نه بابا. من بیچاره. با این حرفا چیه میزنی؟